به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم بچه های عزیز و دوست داشتنی، خوبید؟ سلامتید؟ سلامتی اتان خوب است؟ امیدوارم حالتان مثل همیشه خوب باشد و همیشه خنده روی لبهایتان باشد. اینجا رادیو مهر، صدای کودک. من شهنازه هستم، برایتان یک قصه کوتاه و آموزنده دیگری آوردم. بچه ها، نام قصه امروزه ما خارپشت و تیغهایش نام دارد. اگر برایتان جالب باشد، پس بشینید و به داستان خوب گوش دهید. در یک جنگلی سرسبز و زیبا، خارپشتکی میدهک با پدر و مادرش در کلبه زندگی میکردند. او دوستانی زیاده داشت و بعضی وقتها بعد از صبحانه خوردن از مادرش اجازه میگرفت و با دوستانش به بازی میرفت و بعد از بازی هم زود به خانه اشان برمیگشت. یک روز که خارپشتی میدهک برای بازی با دوستانش به بیرون رفته بود، در راه دوستش خرگوش را دید که به بازی می رفت. بعد از سلام و احوال پرسی با هم به جای بازیشان رفتند. همین که به جای بازیشان رسیدند، دیدند که سنجاب، زاغ، آهو و سنگپشت منتظرشان هستند. خرگوش و خارپشت بعد از سلام و علیک بازیشان را شروع کردند. خرگوش میدهک چشمانش را بست و منتظر شد تا دوستانش پنهان شوند. بعد چشمهایش را باز کرد و شروع به گشتن و پیدا کردن آنها شد. خیلی زود چند نفرشان را پیدا کرد. اما هرچی گشت، خارپشتی میدهک رو پیدا نکرد. خارپشتی میدهک چون جوسه کوچکی داشت، براحتی دیده نمی شد. او خودش را جمع کرده کنار یک سنگ بزرگ پنهان شده بود. خرگوش آرام آرام بنقیب می رفت و همه جا را می پایید تا جای خارپشت را پیدا کند. ناگهان به چیزی برخورد و ناله زد. صدای گریش در آسمان می پیچید. با شنیدن ناله خرگوش دوستانش به سمتش دویدن و علتش را پرسیدند. همین که خرگوش می خواست حرفی بزند، متوجه خارپشت شد و فهمید که علت درد شدید برخورد با تیغهای تیز خارپشت بوده است. برای همین دوباره گریه کرد و این دفعه بلندتر ناله زد. حالا همه دوستان می دانستند که چی اتفاقی رخ داده است. خارپشتی میدهک می خواست از او عذرخواهی کند. اما خرگوش زود و با ناراحتی از آنجا رفت. دوستان دیگر هم که این اتفاق را دیدند، از آنجا به خانه هایشان رفتند. خارپشتی میدهک هم از این اتفاق خیلی ناراحت شده بود و غمگین به خانه اشان برگشت. همین که مادرش را دید، گریه اش شروع شد. مادرش از او پرسید،
چرا گریه میکنی عزیزم؟ خرپشت کوچولو همه ماجرا را برای مادرش تعریف کرد. مادر با او لبخند زد و گفت عزیزم، این که خوصه ای ندارد. یک روز نه یک روز خرگوش و دیگر دوستانت متوجه اشتباهشان می شوند. ورزش دوستی خوبی مثل تو را می دانند. خارپشت از مادرش پرسید مادر جان، چرا ما خارپشت ها تیغ‌های زیاد در بدنمان داره؟ مادرش به او گفت عزیزم، خداوندی بزرگ به هر حیوانی وسیله‌ای داده است تا بتواند در مقابل دشمنان از خودش محافظت کند. تیغ‌های ما خارپشت‌ها برای دفاع از خودمان در برابر دشمنان است. پدر خارپشتی میده که پیششان بود گفت پسرم، خیلی وقت است که میخواستم برایت توضیح بدهم. چرا ما خارپشت ها بدنمان پر از تیغ است، ولی فرصت این کار را پیدا نکردم. به فکرم حاضر وقتش هست که همه چیز را در این باره بدانی. پدر و پسر صحبت کنان از خانه بیرون آمدند و به یک درخت رسیدند. پدر خارپشت به خارپشت گفت خوب به من نگاه کن و ببین که من چیکار میکنم. خودش را به شکل یک توپ در آورد و آن وقت یک از تیغهایش را به طرفی درخت پرتاب کرد. راست به تنه درخت زد. چندین بار این کار را تکرار کرد تا خارپشت میدهک هم یاد گرفت و او هم تیغهایش را به طرفی درخت پرتاب میکرد و بعد به طرفی خانهشان حرکت کردند. روزها از این ماجرا می گذشت و خارپشت میدهک که هنوز تنها بود، دوستان سابقش با او بازی نمی کردند و فقط با او اجازه تماشا کردن می دادند. خارپشت میدهک هم از دور با آنها نگاه می کرد. یک روز خارپشت کوچولوی قصه ما که مثل روزهای قبل با بازی دوستانش نگاه می کرد، متوجهی تکان خوردن چیزی داخل علف ها شد. خوب نگاه کرد، گرگ بدجنسی را دید که می خواهد به دوستانش حمله کند. خارپشت میدهک آرام به گرگ نزدیک شد و همان طوری که پدرش به او یاد داده بود، خودش را به شکل یک توپ جمع کرد و بعد تیغ از بدنش به طرفی گرگ پرتاب کرد. گرگ بدجنس آه و ناله کشید و فرار کرد. با شنیدن ناله گرگ، دوستان خارپشت بازیشان را کنار گذاشتند و به طرف آنها نگاه کردند. گرگ بد را دیدند. در حالی که تیغ خارپشت به پشتش فرو رفته است، به طرف جنگل فرار می کند. کمی آن طرفتر خارپشت میدهک را دیدند. کی؟ راضی و خوشحال به نظر می رسد. دوستان خارپشت میدهک ماجرا را فهمیده بودند. با خجالت به پیشش آمدند. پیش از همه خرگوش حرف زد و گفت دوستی خوبم، من به خاطر رفتاری بدی که با تو داشتم از تو معذرت می خواهم. تو جانی همه ما را نجات دادی. دوستان دیگر هم چیزی گفتند و از او تشکر کردند. آنها متوجه شده بودند تیغ‌های خارپشت خیلی هم خوب است و در زمانی خطر نه تنها خودش بلکه جان دیگران را نیز نجات می‌دهد. صبح روز بعد که نور آفتاب به خانه خارپشت ها میتابید، خارپشت میدهک متوجه سر و صدای شد و به بیرون دویده برآمد. دید که خرگوش و سنگپشت و دیگر دوستانش برای بازی به نزدش آمده اند. خارپشت مثل قبل با دوستانش رفته بازی کرد و خیلی هم خوشحال و خرسند بودند.
بله بچه های عزیز، این بود قصه کوتاه امروزی ما. تا داستان و قصه های دیگر شما را به خدای مهربان می سپارم. خدایا رو نگه دارتان. خدا حافظ. برای دریافت پادکست های بیشتر و برنامه های متنوع رادیو مهر، ارمغان امید و آینده، می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org